بخش دیگری از تجربه زنان رو در مواجهه با گشت ارشاد و نظام حجاب اجباری با هم ببینیم. دانشجوی دوره کارشناسی بودم و همزمان در شرکتی هم کار میکردم و اونجا ما لباسهای یک شکل داشتیم که بنا به قوانین شرکت موظف بودیم به عنوان یونیفرم ازش استفاده کنیم. بیاد میارم در مسیر برگشت از محل کار، چون روز بعدش هم امتحان نیم ترم داشتم درس میخوندم، جزوه هم دستم بود. روزی بودش که توی دفتر نشسته بودم و اتفاقا با بچه ها من بودم و یهو دیدم یه صدای داد و فریادی داره از دور میاد، از دور دست میاد و یه صدای زنیه که داره کمک میخواد و التماس میکنه با این. وقتی که با همکلاسیم خواستم برم یه مجتمعی، همین درب ورودی مجتمع ما رو گرفتن و من مجبور شدم که به مادرم تماس بگیرم و بیام و تعهد بگیرن از من. که خب چند خانم چادری گشت ارشاد طرفم اومدم و یک آقای جوونم که لباس شخصی بود و بسیار خشن بود همراهشون بود و شروع کردن توهین کردن، تهدید کردن که ما دانشجویی، خب پس به تو باید یه درس حسابی بدیم اتفاقا، که برای من خیلی عجیب بود. من خب انتظار رفتار محترمانه داشتم. از پنجره که نگاه کردیم دیدیم که یه دختری و اون دورا کنار گوشه دیوار گرفتن دو سه تا بسیجی با زنجیر و اینا و دارن تهدیدش میکنن و دخترم داره از ترس و وحشت داره فقط زجه میزنه و کمک میخواد. یعنی در واقع اون موقع دیگه من اصلا دیگه حالیم نشد چیکار کردم، یعنی سر و سیمه فقط دویدم بیرون و رفتم طرف دختر و با اینکه خیلی خیلی منظری وحشتناکی بود و مردم واقعا وحشت میکردن نزدیک بشن، خودم رو انداختم تو اون شرایط بین دخترها و بین موتوریا که زنجیر تو دستشون بود و داشتن میخواستن دختره رو بزنن یا زده بودن. به هرچی براشون توضیح میدادم که این فقط یونیفرم شرکت من هست، بنابرای دلایل شخصی هم من اون زمان اصلا مایل نبودم آرایش یا میکاپی روی صورتم باشه و بهشون گفتم این من تو آرایش هم ندارم، این من نمیفهمم موضوع چیه و این توهینا برای چیه، ولی خب انگار هرچی بیشتر میگفتم کمتر میفهمیدم و تعهد بدم که دیگه این کارو نمی کنم، چون شلوارم یه 2 سانت کوتاه‌تر بود و شلوار مثل شلوار ورزشی بود و این موضوع همیشه، من هیچ وقت اون مجتمع نرفتم و این موضوع همیشه تو ذهن من بود. خب من هیکل بزرگی داشتم و یه در واقع اوورکوتی هم تنم بود، برای همین موقع که دستم رو اینجوری کردم و شروع کردم جلوی دختر سپر کردم و شروع کردم داد و هوار کردن، اینا ترسیدن رفتن و ولی خب اون دوروبر بودن و دختر همینطوری کس کرده بود گوشه دیوار رو، هرچی که میخواستم کمکش کنم و ببرمش از اون محل دور بکنم میترسید که دوباره اینا بخوان حمله بکنن، خیلی تروماتایز شده بود. و این نگرانی همیشه در من وجود داشت و حتی من خارج از کشور هم که اومدم تا چند وقت اول من فکر میکردم میخواستم برم بیرون، تو این فکر بودم که چه لباسی بپوشم و یه دفعه یادم میافتاد که من توی کشور آزادم و آزادی پوشش دارم. واقعیت گشت ارشاد همین است. اینا برای من خیلی خوب مشکل ساز شدن، خانواده رو خواستن و یک برگه رو من مجبور شدم امضا کنم که واقعیتش هنوزم نمیدونم اصلا چی بود. شرایط بسیار سختی بود اواخر دهه 70 برای دخترای جوان.